و به همین خاطر ما وقتی در این زمینه‌های مختلف دیگه به درون سنت رفتیم، ازش چیزای بکری در آوردیم، چون سنت اون چیزای بکری داشت که زمینه داشت. در زمینه سیاسی استبداد سیاه در سنت اون بیشتر نبود، برخی نظریه پردازانی بودن که حرفای غیر استبدادی زدن، ولی حاصل همون شد که دیدیم به یک نوع سنتی رجعت کردیم. که ولی با این حال شما پروسه تجدد رو یک روند هزار ساله میدونید؟ من فکر میکنم امروز ایران در آماده ترین لحظه تاریخش هست برای تجدد، به این معنا که به گمان من برای اولین بار هم شرایط فکری هم شرایط اجتماعی برای تجدد آماده است. وقتی که مشروطه به ایران آمد که بدون شک تلاشی در جهت تجدد خواهی بود، فکر مشروطه آمد، ولی بسیاری از چفت و بستای اجتماعی که برای مشروطه لازم هست، یعنی جامعه مدنی، وجود نداشت در ایران. بسیاری از روشنفکران ما مفاهیم تجدد سیاسی رو نیمبند می‌فهمیدن، از عرفی‌گرایی صحبت می‌کردن، ولی برای اقلیت‌های مذهبی مثلا حقی قائل نبودن، حاضر نشدن تساوی بین زرتشتی و مسیحی و بهائی و یهودی و مسلمان در قانون اساسی قائل بشن. امروز هم اون تفکر غنی‌تر شده، هم جامعه مدنی بیشتر شده، هم جامعه شهرنشینی ایران وسیع‌تر شده، هم این اصل تساهلی که دوباره رکن دیگر تجدد هست رواج پیدا کرده، و ما به یک پدیده واقعا شگفت‌انگیز تاریخی برخوردیم. خب در وقت انقلاب مشروطیت طبیعتاً یک انقلاب تجدد خواهی بود به علت ماهیت خودش، ولی بسیاری معتقدند که انقلاب اسلامی در سال 1357 یک عقبگردی بود. من فکر میکنم آیت الله خمینی شاید مهمترین تجدد ستیز تاریخ معاصر ایران هست، یعنی رسماً با تجدد مخالفت کرد، در نوشته‌هاش ابایی نداره از این که بگه ما تجدد غربی نمیخواییم، ما دموکراسی نمیخواییم، دموکراسی در قیاس با حکومت شهر کاملا درجه دوم هست. ولی وقتی که انقلاب ایران داشت شروع میشد در 78، آیت الله خمینی در مورد این نظرات صحبت نکرد، از 1978 در مورد این نظرات صحبت نکرد، در مورد دموکراسی صحبت کرد. یعنی یک چهره ای از نظرات خودش داد که با بافت واقعی نظرات خودش سازگاری نداشت. انقلاب 1979 به نظر من انقلاب دموکراتیک بود، ولی حاصلش یک نظام بقایت غیر دموکراتیک شد، یعنی نظام ولایت فقیه، که اصل اساسی تجدد خواهی رو که رأی مردمه نمیپذیره. فقط این نیست که این دفعه در انتخابات رأی مردم رو تقلب کردن، نخوندن یا به رسمیت نشناختن، در اصل ولایت فقیه رأی مردم مشورتی است، حکم اصلی با ولی فقیه. مشروعیت تجدد مشروعیت برخواسته از اراده مردمه ولا غیر. مشروعیت ولایت فقیهی که در نتیجه انقلاب آمد بسته به رأی مردم نیست. آیت الله خمینی به صراحت گفت که اگر یک نفرم در کتابشون نوشتن یک نفرم به ولایت فقیه معتقد نباشه، تنها حکومت مشروع هر زمان حکومت فقیه. اگر شما به قانون اساسی اولی که خود آیت الله خمینی پیشنهاد کردن وقتی به ایران برگشتن، اگه اونو ملاک بگیریم، ملاک اون بگیریم که جامعه ایران بعد از انقلاب چی میخواست، در اون قانون اساسی یک کلمه اشاره به ولایت فقیه نیست. قانون اساسی اول قانونی است دموکراتیک، قانونی است که در اون جمهوری وجود داره، بدون شک رأی و نفوذی برای روحانیت هست، و اشکالی هم در قانون مشروطه هم یه چنین چیزی بود. مباین دموکراسی زمانی میشه که شما رأی مردم رو چیزی بگیرید. اگر مدافعان رژیم به حرف خودشون باور دارن، من فهم کنم خیلی ساده است این مسئله رو به آزمایش بگذاریم، اجازه بدن یه رفراندوم بگذارن در ایران، همین امروز یه رفراندوم بذارن، من فهم کنم دهن تمام مخالفینش رو در دنیا خواهند بست. یه رفراندوم زیر نظر سازمان بین‌المللی که مورد وسوق همه باشه بذارن، بپرسن آیا مردم میخوان این رژیم رو یا نه،
جواب سوال خیلی ساده است، احتیاجی نیست به حرف روشنفکران سکولار گوش بکنیم، به حرف مردم گوش کنیم. گمان من این است که اتفاقا رخش روشنفکر داره عوض میشه یا عوض شده، به این معنا که در آستانه انقلاب مفهومی که جامعه ما از روشنفکر داشت و رسالتی که برای روشنفکر قائل بود مفهومی بود که متأثر از مفهوم روسی بود، یعنی اینتلیجنسیا، یعنی روشنفکری که در واقع شکل عرفی شده ی امام زمان بود، یعنی کسی که بیاد و جامعه رو نجات بده. روشنفکران خودشون رو هم رهبران جامعه میدونستن، هم جامعه اونها رو به عنوان یه چیزی شبیه به منجیان تلقی میکرد. وقتی که انقلاب شد، وقتی که معلوم شد اونچه که از انقلاب در اومد دموکراسی نوید داده شده نیست، وقتی که مردم به بلوغ سیاسی بیشتری رسیدن، اون وقت اهمیت روشنفکران و نوع روشنفکرانی که مردم بهشون وثوق دارند تغییر کرد. اگر قبل از انقلاب صمد بهرنگی مثلا روشنفکر مورد وثوق همگانی بود و خیلی بهش اعتنا می‌شد، امروزه در عین اینکه به صمد بهرنگی احترام می‌گذارن، سعید یسیر جانی است که کتاب‌هاش خواننده داره. سعید یسیر جانی با مفهوم روشنفکر روسی نمی‌خونه، ولی روشنفکره، به خاطر اینکه به گمان من ایران رو خوب میشناسه و تجدد رو خوب میشناسه، جهان رو که کم و بیش میشناسه. این تحول در مفهوم روشنفکری به نظر من یکی از ابعاد لازمه تجدد هست. ولی در این حال ما طی سالهای اخیر در ایران شاهد یک روشنفکری جدیدی بودیم، روشنفکری دینیه. من فهم میکنم روشنفکران دینی هم اکثریتشون، حداقل اونایی که من میشناسم، مهمترینشون، خلاقترینشون، دارن کم کم به این نتیجه میرسن که مفهوم روشنفکر دینی به نوعی مفهوم متضادی است، مانع الجمع هستن. شما میتونید روشنفکر باشید، به معنای روشنفکر هم منظورش ملاکش این است که همه چیز براتون قابل شکه، به همه چیز میتونید شک بکنید، کارتون اندیشیدن در مورد مسائل جهانه بدون هیچ ترمزی. اگر ترمزی باشه، اگر شما مثلا به جایی برسید که نظرتون با اصول مذهب ناسازگار باشه، اون وقت باید یا روشن فکرتون رو با بگذارید یا مذهبی بودن. ولی اجازه بدیم بپرنیم به مسائل جاری. بودن کسانی که معتقد بودن وضع پیش از انتخابات واقعا وضع قابل دوامی نیست، برای اینکه بلوغ جامعه به مرحله رسیده که این نوع ترمزها رو در مقابل حقش نمیپذیره. من فکر میکنم نوع حرکتی که در اینجا اتفاق افتاد اتفاقا از یک نوع حرکت تازه دموکراتیکه، برخلاف اون چی که رژیم ادعا میکنه. اینها ساخته و پرداخته آمریکا نیست یا انگلیس نیست، اینها ساخته و پرداخته شرایط قرن 21 هستند. مردم ارتباطات وسیعی با هم دارند، مردم امکان تشکل دارند، مردم از خشونت بیزار هستند و این امکانات و تجمعشون در شهرها و واقعیتی که از تجربیات همدیگه یاد میگیرن، این نوع انقلاب ها رو به نظر من تبدیل کرده به یکی از بدیل های غیر خشونت آمیز تغییر. یعنی حرکت توده‌ای وقتی که مردم با اعتراض مسالمت آمیز خودشون، با ابهت و وسعت اعتراض خودشون، رژیم رو به لرزه در میاره. آقای میلانی، شما به عنوان نظریه پرداز که توی مسئله تکامل و تحول اجتماعی خیلی زیاد کار کردید، این که با وجود تمام خشونت هایی که علیه این تظاهرات اونطور که برات داریم میبینیم شده، ولی این افراد و کسانی که در خیابان‌های تهران یا به اشکال مختلف اعتراضشون ادامه میدن، به هیچ وقت دنبال خشونت نرفتن، این شما رو مثلا یه خود این مدار غافلگیر نکرد با توجه به روحیه‌ای که در جوامع مثل ایران از قدیم الایام وجود داشته؟ نه، من غافلگیر نکرد. من برای اینکه فکر کردم و نوشتم این رو قبلا، من گمانم این بود که مردم با تجربه انقلاب 1979 متوجه شدن که اگر انقلاب خشونت آمیزی بشه و اصولا اگر انقلاب بشه، خشنترین، متشکلترین و بی اخلاقترین گروه ها هستن که در اون بحبوه میبرن.
این تجربه انقلاب در انقلاب فرانسه روبسپیر در آغاز بود. مردم متوجه شدن که اگر دموکراسی میخوان باید از طریق دیگری جز خشونت به قدرت برسن. رژیم ها اونجوری حکومت میکنن که به قدرت رسیدن. رژیمی که قدرت رو دزدیده از مردم دائم باید با دزدی ادامه حکومت بده. رژیمی که از طریق دموکراتیک غیر خشونت سر کار بیاد میتونه به طریق دموکراتیک و غیر خشونت حکومت بده.